درود دوستان، شبتون بخیر. جلسه 12 خانش و شرح کتاب لیبرالیسم رو پیش میریم. ممنون که با من همراهید. انگیزه پیدا کردم که یه بار دیگه بشتم که تو با شما بخونم و مرور شد. حالا چه چیز جالب بگم، چیز نباشه، هیچ کسی میگه ماست من ترشه، ولی جالب بود. من واخه کتاب، من کارم کتابه دیگه، هم چیز بودم، هم سالها دبیر نشمن، چند نفعی سال دبیر علوم اجتماعی و فلسفه نش سالس بودم، تو دیگه نیستم. از آخر تا بسون کارا رو تحویل دادم و دیگه در نش در نش سالس کار نمیدم و کارم اونجا کتاب در آوردن بود دیگه. یعنی از صفر کتاب میاد، از وقتی کتاب پیشنهاد میشه تا از صفر تا لحظه آخر، یعنی از بررسی اون کتاب، بعد عقد قرارداد با مترجم و مؤلف، بعد عرض کنم که دیگه تولید کتابی فرایندی داره، یه خط تولید دقیقا دیگه. وقتی قرارداد رو میبندی، فایل نهایی رو از مترجم و مؤلف میگیری، بعد این بعد صفحه آرایی بشه، ویرایش بشه، ویرایش رو مت اعمال بشه، بعد تطبیق میشه، بعد دوباره نمونه خوانی میشه، اصلاحات اعمال میشه، بعد دوباره نمونه خوانی میشه، اصلاحات اعمال میشه، میشه نسخه نهایی آماده میشه، فرستاده میشه کتاب ارشاد. ارشاد اونجا کتاب میبینه، اگه لازم باشه ممیزی چیزی داشته باشه میزنه، که معمولا کمتر کتابی حوزه علوم اجتماعی حالا به این مسئله ممیزی برمیخوام. خب خیلی کتاب هم هستش که ممیزی داره. بعد کتاب اونجا بعد از اینکه ارشاد دید و مجوز گرفت، یه نسخه نهایی رو میفرستیم برای مترجم مؤلف که بشینه یه بار دیگه بخونه. شاید ما مثلا اون ویراستاران، اون نمونه خانه ها توی خوندن اینها، توی تغییرات و ویرایشی که دارن ممکنه اشتباهی کرده باشن یا دخل و تصرف اضافه کرده باشن. این مرحله در واقع مرحله یکی کار به تایید مترجم و مؤلف میرسه، اون میبینه کارو برمیگردونه، یه سری اصلاحات هم اون داره، بعد دوباره تازه کار صفحه آرایی نهایی میشه. تا قبل از اون صفحه آرایی کردن کار بیهوده یه. چرا؟ چون شما صفحه آرایی قبلش بکنی، یه کلمه دو کلمه کم و زیاد بشه، یه پانوشت توی فصل کم و زیاد بشه، کل صفحه آرایی به هم میریزه. صفحه آرایی خیلی کار سخت و دشوار و خیلی دقیقی، حالا سخت و دشوار که نه، خیلی کار دقیقیه. یک کلمه دو کلمه جا به جا بشه، یه پاراگراف جا به جا میشه. بعد ببینید خواننده غیر حرفه‌ای، من بس تمام کنم سراغ کار خودم، چون گفتم پس تهش رو بگم. خواننده غیر حرفه‌ای متوجه نیست، اما ما که مثلا کارم کتاب بوده، یعنی نه فقط یعنی من دیدم مترجم مؤلفام تو باغ نیستن، بعد کارت کتاب باشه، یعنی بعد کتاب ساز باشی، یعنی بعد کار نشر باشی تا این نکات رو بفهمی. همه این فواصل مهم شه. یعنی مثلا ما دقیقا نگاه میکنیم که این خط آخری که افتاده فاصلهش چقدره، فاصله بین سطرها چقدره، فاصله من هدر چقدره، همه این یه صفحه را یه نگاه خیلی تیزی میخواد. اون کسی که دبیر علوم اجتماعی، اون کسی که دبیره مجموعه است، دبیر نشره، بعد همه این فرایند رو آشنا باشه و دقیقا بدونه که کجا نقص چیه. مثلا چه میدونم، ببینید فرض میکنم اینجا ببینید یه خط تیره وجود داره، ببینید اندازه این خط تیره برای ما مهمه که چقدر باشه. دو تا خط تیره نباید نیم میل با هم دیگه کم و زیاد باشه، دقت خیلی زیادی داره که چشم بقیه افراد معمولا باش آشنا نیست. یعنی شما باید چیز بشه. مثال میزنم، اینجا نگاه بکنید، این پانوشته، البته بعضی پانوشتشون خط نداره، این یه خط پانوشت. اون کسی که کارش کتابه، قطر این خط براش مهمه، طولش مهمه، یعنی یه دقت خیلی زیادی میخواد دیگه، که معمولا خود بعد تو کار نشر باشید شما تا با این وسواس ها آشنا بشید. و اینکه کتاب میره و مرحله بعدش صفحه آرایی نهایی میشه، بعد دوباره چک میشه، اونجا دیگه ته جلد آماده میشه و کتاب میره برای چاپ. اگه چاپ دیجیتال باشه فرم بندی میشه. فرم بندی یعنی اینکه یه صفحه A5 رو در نظر بگیرید، یه برگ، خب 4 تا صفحه چیده میشه، 4 تا اینور، 4 تا پشت،
بعد اون دستگاه چاپ دیجیتال که میزنه این 8 صفحه رو با هم میزنه، 4 برگ یا 8 صفحه رو با هم میزنه. اگه چاپ در واقع لیتوگرافی اینا داشته باشه، اون فایل نهایی میره لیتوگرافی، زینک فیلم و زینک میشه، یعنی نوشته ها میاد روی زینک، اون زینک میره چاپخونه، میره توی دستگاه چاپ، میشه در واقع چی زینک میشه دیگه، یعنی میخوره روی جوهر، میاد رو کاغذ، چلیق 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 اینجوری. بعد اونم همینطوریه، اگه اشتباه کنم اون 8 صفحه 8 صفحه است، یعنی یادم نیست ولی فکر کنم زینک 8 صفحه 8 صفحه است یا 16 صفحه 16 صفحه است. بعد اون برش میخوره و کتاب میشه و صحافی میشه و میشه کتاب. اینه که من کارم سالها همین چاپ علاوه بر بحث ترجمه اینها، خب خودم کار کتاب در میارم، کتاب خودم در میارم، کتاب های زیادی در آوردم. چی فکر همین رو تعریف کردم که چی بیا میخوام خودم تعریف کنم آخرش؟ نه حالا جدا از شوخی، خیلی برام جالب بود چون معمولا من کتاب های خودم میبینم ایرادات داره، بعد اصلا به دوستان میگم، مثلا برای بچه ها یا دوستان نزدیکی که خیلی وسواسن، کتاب وقتی در میاد میخونن غلطاشو میگن. ببین معمولا هر 10 صفحه یه غلط اگر باشه نامعمول نیست، به هر حال چش در میره، بهتره غلط نباشه ولی نمیشه، کار خطا خیزه، یه غلط چه میدونم مثلا میگم، بعضی کلمات هست شما غلطاشو نمیبینی، مثل کلمه مثلا میگم هوادار، هوادار، هوادار رو مثلا هودار نوشته باشه کمتر کسی اون الفش میده. من یه کاری که بخش از کاری که میکردم، یکی از کاری که میکردم که آزمون ویرایش میذاشتم برای موقعی که کار استخدام میخواستیم انجام بدیم، ویراستار بگیریم، یه سری غلطاییه که من میدونم به حسب این تجربه سالها چشم نمیبینه، یعنی چشم متوجه نمیشه که این غلطه. من یه برخی کلماته که حالا من جایی دارم اینا رو میذارم تو آزمون، اگه اونی که اینا رو میبینه یعنی ویراستار و نمونه خان دقیقه، نمونه خان اونی که متن رو یه بار تون میکنه بشکنه نمونه خان توی کار ویرایش کتاب. مثل کلمات هم مثلا میگم مثل هوادار، هوادار رو معمولا اگه شما هودار بنویسی چشما نمیبینه، مگه چشمای خیلی قوی. اینه که من معمولا کتابای خودم رو بعد از اینکه در میاد از دوستان خواهش میکنم و بخونن غلطاش رو به هم بگم، معمولا یه فهرست میدم بعد تو تجزیه چاپ ها این غلط ها رو رفع میکنم. طبیعیه کتاب مثلا اگه هر 10 صفحه‌ای 15 صفحه‌ای حالا در بهترین حالت 20 صفحه یه بار یه غلط داشته باشه خوبه، یعنی ما کتاب خوب بوده. من کتاب خارجی هم که نگاه میکنم، کتاب آلمانی هم که نگاه میکنم، این مقدار غلط رو معمولا دارن، تازه با اینکه اونها چیز دارن، خب نه افزارهایی دارن که غلط یابی میکنه. ما مثلا متن انگلیسی رو ما این کار میکنیم، میریزیم توی فایل ورد، خودش خطاهاش رو نشون میده و رفع میشه. و نکته آخر این که خب من خب خدا وکیلی این کتاب تصویر 110 خوندم، من غلط ندیدم. البته غلط ندیدن من عجیب نیست، ممکنه نه ندیده باشم چون آدم غلطهایی که خودش رایجشه نمیبینه، ولی من واقعا تو صفحه 110 اومدم یه دونه غلطهایی پیام ندیدم. حالا فردا یکی از دوستان فهرست بلند بالا میفرسته از این 110 تا 115 تا غلط. بگذاریم آقا، ببخشید سرتون درد آوردم. من به طور کلی متوجه شدم که دوستان که تو این نشست جلسه لایف هستن از همه مباحث غیر از محصه لیبرالیسم بیشتر خوششون میاد، خیلی ممنون. ببین رسیدیم به یادآوری سری. میزس اومد گفت 5 مدل 5 نظام اقتصادی داریم، 5 نظام اقتصاد داریم که برشمرد، گفتش که مالکیت خصوصیه، بعد مالکیت خصوصی با باز توزیع های دوره‌ایه، مالکیت نظام سندیکالیستیه، و بعد نظام سوسیالیستی، و بعد مداخله گری. که دو تا رو اما اول گفت آقا بلمون کن، ما اصلا ازش بررسی کردن نداره. یکی سندیکالیست بود توی جلسه 10 میتونی نوشتنی فکر کنم، یکی حدی 10 به 9، یکی سندیکالیست بود که گفت اصلا ازش بررسی نکرد، دلیلش هم گفت، یکی هم مالکیت خصوصی با باز توزیع، یعنی بگیری از یه گروهی دوباره توزیع بکنی، مثلا اون قضیه توزیع زمین که توزیع شده داد. اینا رو گذاشت کنار، مالکیت خصوصی کاپیتالیسم، یعنی مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و سوسیالیسم و مداخله گری و
اومد توضیح بده. تو این در این راستا اول مالکیت خصوصی و دولت رو توضیح داد، مالکیت خصوصی و منتقدان رو گفت، مالکیت خصوصی و دولت رو گفت، بعد رسید به مرحله به بحث بسیار جالب و جذاب اجرا ناپذیری سوسیالیسم. اگر یادتون باشه گفت، توضیح داد که مشکل سوسیالیسم این نیستش که اداره امور، این مشکل سوسیالیسم این نیستش که نمیشه رقابتش حذف میشه و در نتیجه مسائل به وجدان کاری افراد واگذار میشه و اینجور چیزا. گفت مشکل اصلی نظام سوسیالیستی اینه که محاسبه پذیری، ابزار محاسباتی نداره و امتیاز بزرگی که اتفاقا نظم کاپیتالیستی داشت این بود که یه مخرج مشترک داشت، یه مخرج مشترک محاسباتی داشت که زیر همه چیز قرار می گرفت. هر صورتی رو می شد، هر چیز رو می شد در صورت این مخرج گذاشت و محاسبه کرد و اون بحث محاسبه پولی بود. برگردید به بخش دوم فایل صوتی جلسه قبل یا لایو قبل، تو همینجا اونجا این رو توضیح داده. حالا همین بحث رو ما نیمه کاره مونده بود ادامه میدیم. محاسبه اقتصادی کاپیتالیستی به عنوان یگان عاملی که تولید عقلانی را برای ما میسر می‌کند مبتنی بر محاسبه پولیست. اگر انواع کالا و خدمات مشمول محاسبه یک پارچه می‌شود، تنها به این دلیل است که برای همه کالاها و خدمات در بازار قیمت‌هایی وجود دارد که به شکل پولی بیان می‌شود. به ما همه چیزو در این نظام پولی با کمک بازار می‌تونیم محاسبه بکنیم. هر چیزی که شما بهش نیاز پیدا می‌کنی، هر چیزی که تو این اصلا هر چیزی که وجود داره رو شما می‌تونی روش قیمت بذاری، از خدمات تا کالا، از آموزش، از اومدن و نظافتی خونه تا ماشینی که سوار میشید، همه چیز ما در نظم مالکیت خصوصی با کمک بازار، با ابزار بازار میتونیم محاسبه بکنیم. و با این محاسبه است تو جلسه قبل توضیح دادم، و با این محاسبه است که باعث میشه ما تولیدات و روشهای کالاها و تولیدات و روشهای غیر سودده رو پیدا بکنیم و از تن دادن و پرداختن به امور غیر سوده خودداری بکنیم. گفتم که در نقد مسئله سود خیلی ایرادات به بحث سود وارد کردم، ولی سود مسئله بسیار حیاتیه که به ما کمک کرده بتونیم یک نظام ارزشی جامع برای تمام مسائل کالا و خدمات داشته باشیم. حالا این قیمت، این قیمت گذاری، این ارزش گذاری از چه طریقه، بر چه مبنایی میاد در بازار؟ بر چه مبنایی؟ بر مبنای نیاز و ذائقه. یعنی مثال میزنم، اگه یه نفر شما بری بازار خروس بخوای بخری، یکی وایساده یه خروس زنده دستشه، میگه آقا خروس چند؟ میگه 10 میلیون. میگه داداش عقلت از دست دادی، خروس 10 میلیون دیوونه ای. ببین کسی هر موقع شما میری خرید، اگه یه کالای قیمت نامتعارفی به شما ارائه بده، دو سه تا گزینه تو ذهنتون میاد. یکی این که میگید با یه آدم سودجویی طرفید که میخواد تو پاچه‌تون بکنه و همین سرعت میخواستتون کلا بذاره. یکی این که این یه کیفیتی داره، یه برندیه، یه چیزیه که این باعث شده گرون بشه. مثلا یه برندیه که از مواد اولیه مثلا خاص استفاده میکنه، گرون. خروس اگر رفع ببینم خروسم فروشن 10 میلیون، میگید داداش این خروس که تخم میذاره، حالا احیانا تخم طلا میذاره که تو داری خروس میذاره 10 میلیون. یعنی شما میفهمی که این قیمتی نیست، یا این یه تولید خاصیه که گرونه، یا داره سرتون کلا میذاره، یا طرف دیوونه است. اون کسی میگه خروس 10 میلیون دیوونه است، میگه داداش عقلت از دست دادی. خب این از کجا میاد؟ این که ما از کجا میدونیم که 10 میلیون تومان قیمتی یه خروس مثلا 200,000 تومانی؟ کی به ما میگه که این قیمت نامعقوله؟ کی به ما میگه این بها براش بهای
گزافیه و عقلانی نیست پرداختش. بازار به ما میگه. بازار از کجا به ما میگه؟ از نیاز و ذائقه عمومی. هر چیزی که در این دنیا وجود داره تابع این دوتاست. یا ما بهش نیاز داریم، یا طبق ذائقه ما، یعنی نیاز اساسی ما نیست، طبق ذائقمون به سمتش میریم، میل و ذائقم. این اینها روی هم دیگه با هم دیگه ارزش یه چیزی رو، ارزش یه کالایی رو مشخص میکنه. منتها اون چیزی که ما اجازه میده اینا، این ارزش رو که ما تشخیص میدیم، همه تشخیص میدیم، این بازار مبنای دموکراسی پنداشته میشه. چرا؟ چون شما نمیتونی خودروی 100 میلیونی رو در حالت عادی میلیارد بفروشی. شما نمیتونی یه خروس 300 هزار تومانی رو 10 میلیون تومان بفروشی. نمیشه. به این دلیل نمیشه که بازار تابع ذهن جمعیه. یعنی اون کسی که در دور افتاده ترین روستای یک کشور وجود داره در بازار موثره، منم موثرم. چرا؟ چون اون خروسش رو داره به من شهری به یه قیمتی میفروشه که اون قیمت تابعه قیمت همه چیز دیگه است. اون نمیتونه خروسش رو من 10 میلیون تومان بفروشه، اما خروسش رو من 100 هزار تومان هم نمیده. میگه چند؟ میگه 300 هزار تومان، میگه 400 هزار تومان. کمتر از اون قیمت هم نمیده. بازار یک سازوکاره که تابع ذهن جمعی کل اون محدوده یه که در اون بازار سهیمن. همه در بازار سهیمن، حتی بچه‌ای که میاد خرید میکنه در بازار سهیمه. به همین خاطر این یک خب این سهیم بودن خودش چجوری نشون میده؟ در ارزش گذاری پولی. اینه که به ما اجازه محاسبه همه امور رو میده. و در نظم سوسیالیستی وقتی که این شکله تعیین قیمت بازار، وقتی بازار به این معنا حذف میشه، یعنی یک آشوب محضی به پا میشه. این گفتم که خوب مبحث قبلی هم یادتون بیاد. در نظام تولید سوسیالیستی که در آن همه ابزارهای تولید تحت مالکیت کل جامعه است و بر همین اساس با تبادل بازاری و معاوضه کالاها و خدمات تولیدی بیگانه است، برای کالاها و خدمات نیز نمیتوان بهای پولی محاسبه کرد. از این رو این نظام فاقد ابزار بنگاهداری عقلانی، یعنی فاقد محاسبه اقتصادی است. دلیلش این است که بدون وجود مخرج مشترکی که مبنای همه انواع کالاها و خدمات قرار گیرد، محاسبه اقتصادی نیز نمیتواند برقرار شود. میتوان یک مورد، حالا مثال بزنم، توی بحث قبلی ساخت راهن رو مثال زد، گفت آقا ما میخوایم یه خط راهن بسازیم، طبق محاسبه پولی در نظام بازار پیشا پیش ما میتونیم حساب بکنیم که این خط راهن اینقدر هزینه داره، بازدهی که به ما داره این خط راهن در سال بر اساس اینکه چقدر از مصرف کنندگان و کاربران این خط راهن پول میگیریم و چقدر نگهداری این خط آهن هزینه داره، ما میتونیم پیش از اینکه این خط آهن بسازیم بدونیم که این خط آهن چقدر آیا سوده هست یا نه. شما میخوای یه خط آهن بسازی برای یه شهر دور افتاده که تردد به اونجا چقدره؟ مثلا تردد به اونجا 1000 نفر در سال، یعنی مثلا دو خط، سه خط مثلا میرن و میاد. خب اصلا بعد تو چندین میلیارد، چند ده میلیارد میخوای هزینه بکنی یه خط آهن بکشی بری اونجا. بعد حساب میکنی میگه خب من اینو میسازم، بعد بازدهی این خط آهن این همه، من بیام هزینه بکنم اینجا سرمایه گذاری بکنم که مثلا 5 بار در سال قطار اینجا بره و بیاد، دیوونم مگه؟ حالا من مثال اگزاجره، مثال مبالغه آمیز میزنم. این مبالغه آمیز تو همه چیه، بعد میاد هی ریز و ریزتر میشه. بعد تو بحث رقابت همین ریزها تعیین کننده است و همین ریزها دامنه سود رو تعریف میکنه و اجازه میده که یک فعالیت اقتصادی سودده باشه و بر اساس اون سود و بر اساس اون ثروتسازی که سوددهی، یعنی ثروتسازی، بر اساس ثروتسازی که پدید میاره به شما اجازه میده که در رقابت تواناتر باشید. اگر سودده نباشه، اگر ثروت سازی فعالیت اقتصادی برای شما نکنه، در رقابت حذف میشید. اون چیزی هم که ما در این دنیا به دست آوردیم به عنوان دستاورد همه ما، نتیجه همین رقابت پیچیده است. پس حذف از بازار، این رقابت امر ناگزیره. اون کسی که میخواد در بازار بمونه، اون کسی میخواد سود بکنه، باید این رقابت تن بده. بازار منهای رقابت لیبرال نیست.
در نتیجه کاپیتالیستی نیست. خب حالا این مثال راهن قبلا زده بود، حالا میخواد بازش بکنه. برای احداث یک خط آهن چندین مسیر متفاوت قابل تصور است. برای مثال میان دو نقطه الف و ب، الف و ب، ما میخوایم خط آهن از شهر الف به ب بکشیم، کوهی بین این دو تا شهر وجود داره. میتوان خط آهن رو از روی کوه کشید، میتوان کوه را دور زد و میتوان با احداث تونل مسیر را از دل کوه گذراند. مسیر را از دل کوه گذراند. در نظام اجتماعی کاپیتالیستی به آسانی میتوان محاسبه کرد که سودده‌ترین مسیر کدومه. هزینه های ساخت هر یک از این مسیرها و نیز اختلاف هزینه های نگهداری که تردد در هر یک از این مسیرها میطلبد محاسبه میشود. آقا حساب میکنیم، میگیم آقا از رو کوه بره اینقدر هزینه ساخت داره، تونل بخوایم بزنیم اینقدر داره، دور بخوایم بزنیم اینقدر هزینه داره، هر کدوم از این مسیرها هم اینقدر هزینه نگهداری داره. حالا کدومش مقرون به صرفه است؟ میمونه انجام میدیم. منتها همه اینا رو بر اساس چی انجام میدن؟ همون مخرج مشترک پولی. آنگاه از این محاسبات با آسانی میتوان حساب کرد سودده‌ترین مسیر کدام است. برای نظام اجتماعی سوسیالیستی چنین محاسباتی اجرا شدنی نیست، زیرا این امکان را ندارد که کیفیت ها و حجم های متفاوت کالا و کار مورد نظر را به مقیاس یک پارچه ای، این همون مخرج مشترک، فرو بکاهد. نظام سوسیالیستی در برابر مشکلات معمول و روزمره‌ای که در اداره امور اقتصادی پیش می‌آید درمانده است، زیرا امکان انجام محاسبات حسابدارانه را ندارد. شیوه تولید کاپیتالیستی با پیچ و خم‌های تولیدی بسیار فراگیرش نیازمند محاسبه پولی است، چیزی که سوسیالیست با آن بیگانه است. نویسندگان سوسیالیست، نمی نظریه پردازان سوسیالیست، بیهوده کوشیدن نشان دهند چگونه میتوان بدون محاسبه پولی و قیمتی از عهده امور برآمد. اما همه تلاش های آنها در این راستا شکست خورده است. بنابراین مدیریت جامعه سوسیالیستی با وظیفه‌ای روبروست که حل آن برایش ناممکن است. نمیتوان در این باره تصمیم بگیرد که کدام یک از بیشمار شیوه های اجرای ممکن عقلانی ترین گزینه است. در نتیجه دست به گزینه هایی میبره که غیر سودده، عقلانی نیست، سرمایه سوزه، بیهوده است و نتیجهش اینه که پروژه های هزینه بره، کم کار برده، غیر کار آمده، با تکنولوژی پایینه، یه بلوک شرق تهوع‌آور. چیزی که سوسیالیست با هم بیگانه است. گفتم آها، بنابراین مدیریت جامعه سوسیالیستی با وظیفه‌ای روبروست که حل آن برایش ناممکن است. نمیتوان در این باره تصمیم بگیرد که کدام یکی از بیشمار شیوه‌های اجرای ممکن عقلانی‌ترین گزینه است. بدینسان اقتصاد سوسیالیستی به هرج و مرجی تبدیل می‌شود که در گستره آشوبناک آن فقیر شدگی عمومی و بازگشت به بدویت نیاکانمان به سرعت رخ خواهد داد. چقدر میگه اینو بند خدا؟ یه آقا جامعه سوسیالیستی، نظم سوسیالیستی ما رو فقیر میکنه. واقعا چه دردسری مارکس برای تاریخ درست کرد. البته مارکس فرزند زمانش بود. به هر حال این ایده اگه به ذهن مارکس نمیرسی به ذهن کسی دیگه میرسی. ولی یه دردسری رو در دامان بشر انداخت که درست کردنش واقعا 100 سال زمان میخواست. یعنی از سر انداختنش تصدیکن به اون شکلی که اون میگفت 100 سال زمان لازم داشت. و جالب اینه که مارکس هم نظریهش بر اساس نظریه فلاکت عمومی مطرح کرده. یعنی میگفتش که نظم کاپیتالیستی منجر فلاکت عمومی میشه، در حالی که واقعا سوسیالیسم باعث فلاکت عمومی میشه. یعنی مارکس یه دین سیاسی آورد که واقعا بشر رو به بد درد سری انداخت. آرمان سوسیالیستی اگر تا غایت منطقی خود به اجرا درآید، نظامی اجتماعی عایدمان خواهد کرد که در آن همه ابزارهای تولید در مالکیت عمومی است. اگر قرار باشد سوسیالیسم کامل پیاده بکنیم، همه ابزارهای تولید میفته دست دولت و
و تولید به طور کامل دست دولت خواهد بود. دولت به منظره قدرت مرکزی جامعه، همون کسی که قرار همه دارایی ها رو بگیره، همه ابزارهای تولید رو بگیره، تولید دستش بگیره، عواید شما وقت دوباره توزیع بکنه به شکل برابر در جامعه. تنها دولت است که تعیین میکند چه چیزی باید تولید شود، چگونه باید تولید شود و محصول آماده مصرف به چه نحو باید توزیع شود. اینکه این حکومت سوسیالیستی آینده را دموکراتیک یا به گونه دیگر تصور کنیم کمابیش مسئله بی اهمیت است. این دموکراتیک، اصلا دموکراتیک خواندن، اصلا دموکراتیک خواندن یک نظم سوسیالیستی چقدر میتونه ابلهانه باشه؟ دموکراتیک خوندن نظمی که ساحت خصوصی نداره، که در اون امکان، ببینید اصلا دموکراسی یعنی امکان، یعنی مشارکت فرد در تصمیم سازی، یعنی مشارکت فرد، یعنی داشتن حق رأی در یک نظم سوسیالیستی که بازار رو شما از بین بردی و شما تابع یک سیستم مطلق با قدرت محضی که همه تابع اون سیستم هستن و اجازه خلاقیت اصلا ندن، دیگه دموکراسی یعنی چی؟ این یه شکل استبداد مدرنه دیگه، این یه جباریت مدرنه دیگه. حتی حاکمیت سوسیالیستی که سازوکاری دموکراتیک داشته باشد، حتی اگه دموکراتیک باشه، پیکره از صاحب منصبانی به شدت سازمان یافته خواهد بود که در آن تمام افراد به استثنای بالاترین رأس کارمند و فرمان بردارن. کسی ابتکار عمل نداره. داخل این نظم بعد مطابق اون چیزی که این نظم حکم میکنه تو فقط اداره بکنی. آدم ها پیچ و مهره بیش نیستن. هرچند که آنها از دیگر سو در مقام انتخاب کننده در شکل‌گیری اداره مرکزی به نحوی از هم مشارکت بکنن، اما در نهایت فرمان بردارن. نمیتوانیم این نوع حاکمیت سوسیالیستی را با شرکت داری های دولتی حتی بسیار بزرگی مقایسه کنیم که در دههای اخیر در اروپا به ویژه در آلمان و روسیه شاهد پیدایش آنها بودیم. خب میگه آقا حالا شما داری هی قصه اینو میخوری که نظم سوسیالیستی پدید بیاد، وای چه خواهد شد. میگه خب این همه شرکت دولتی، اینا سوسیالیستی دیگه، یعنی توی کشورهای مثلا که نظم کاپیتالیستی دارن، در غرب روی شرکت دولتی وجود داره، خط آهن، نمیدونم سیستم حمل و نقل برق، نیروگاه هاست، به هر حال دولتی اونجا وجود داره که شرکت بزرگ دولتی هم. خب اونا چی شدن مگه؟ این میگه که آقا نمیتونی اینو با اونها مقایسه بکنی، چون اونها درون نظم کاپیتالیستی هستن و کاملا متأثرن از اون نظم. چطور؟ اینطور. مسئله این است که همه این شرکت ها یه دولتی در کنار مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید شکل گرفته است، نه فارغ از مالکیت خصوصی. این شرکت ها با بنگاه هایی که مالکیت مدیریتشان دست سرمایه داران است مبادلات تجاری دارند و از آنها محرک های گوناگونی دریافت می کنند که فعالیتشان جان می بخشد. برای مثال راهن های دولتی از سوی تأمین کنندگان خصوصی هاشان، یعنی کارخانه های تولید لوکوموتیو و واگن و تأسیسات علامت دهی و دیگر، یعنی شرکت های دولتی از کارخانه های خصوصی لوکوموتیو و واگن و تأسیسات علامت دهی و تجهیزات دیگر رو اینا دریافت میکنن. یعنی چی؟ یعنی با بخش خصوصی کاملا کنش متقابلی دارن و اون خلاقیت و اون رقابت روی اینها ناگزیر اثر میذاره. اون شرکت دولتی باید خودش رو تا حدی خودش رو با سیستم سوددهی خصوصی هماهنگ بکنه. میتونه از رانت استفاده بکنه، میتونه از بودجه دولتی استفاده بکنه، ولی نمیتونه کامل فارغ از اون سیستم باشه که، نمیتونه کاملا فارغ از اون باشه که. از این راهگذر، این راهنهای دولتی تحریک میشوند ابداعاتی را به اجرا درآورند تا خود را با پیشرفت‌های فناوری و مدیریت اقتصادی که اطرافشان جریان دارد همسو و سازگار کنند. معروف است که شرکت‌های دولتی و وابسته به شهرداری مثلا در کل ناموفق از کار درآمدند، گران و ناکارآمد کار می‌کنند و برای آنکه اصلا بتوانند سرپا بمانند لازم است یارانه‌هایی از محل مالیات به آنها تعلق یابد. البته در جایی که شرکتی عمومی جایگاهی انحصاری را به خود اختصاص داده،
ممکن است این پیامدهای بد اقتصادی در ناکامی مالی مشهود در حساب و کتاب هویدا نشود. میگه در جاهایی هست که این شرکت های دولتی چون جایگاه انحصاری دارن این عدم سوددهی رو لاپوشونی میکنن، چون انحصار دولتیه، انحصار دولتیه، قیمت ها رو به میل خودش میبره بالا، رقابت هم که نداره. میگه بلیت اینقدره، همه خطا هم مثلا دست دولته، قیمت بلیط میبره بالا، سودده نبودنش رو لاپوشونی میکنه. شرکت مثلا توزیع برق، نه شرکت نیروه، شرکت این، شرکت دولتی هم دیگه، اینها خیلی راحت با توجه به اینکه انحصار دارن میتونن سودده نبودن خودشون رو با انحص، با کمک انحصار دولتی که دارن، با انحصاری که دارن پوشش بدن، قیمت و قیمت ها رو میبرن بالا و این رو مسئله رو رفع میکنن. بعد جالب اینه، حالا جلوتر ما به مباحث انحصار اینا میرسیم و میزه چقدر خوب توضیح میده که در نظم کاپیتالیستی این انحصار، 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 یعنی این انحصار از دهن این سوسیالیست ها و منتقدان نظم کاپیتالیستی نمیاد. یه تناقض جالبی بهتون بگم، این واژه انحصار از دهن اینا نمیاد. میزس توضیح میده که انحصار یا نیست یا در موارد بسیار نادره که تعیین کننده نهایی نمیتونه باشه. توضیح میده، جلوتر بحث انحصار میرسه. ولی منتقدان نظم کاپیتالیستی میشینن پا میشن میگن انحصار، انحصار در بازار، انحصار در بازار. خب راه حلشون چیه؟ راه حلشون اینه، مثلا 100 تا کالا داریم، یکی دو تا سه تا، حالا مثلا با تعریف اینها که تعریف درستی نیست، انحصار پدید اومده. راه حلشون اینه که همه رو میگیرن میدن به دولت، به جای 3 تا کالای انحصاری 3000 تا کالای انحصاری داریم دیگه، اون سنجاق قفلی هم انحصاریه چون همش دست دولت. یعنی انحصار برای اینکه اون، یعنی واقعا این سوسیالیستا این و این نظم سوسیالیستی مصداق اینه که میخواد بیاد تیغو از تیغی که رفته سر انگوش در بیاره، می دست اینجا قطع میکنه، میگه تیغ در من، دقیقا همین کارو میکنه. آقا این تیغه، این اینه اینجا یه تیغ رفته تو اینو در بیاری، نمیاد انگشت من اینجا قطع بکنه، میاد از کتف قطع میکنه. آقا ناراحتی، یه کریز داری، قور میزنی که در نظم کاپیتالیستی انحصار، انحصار، بعد می همه رو میگیری می دست دولت با اون انحصار. درسانی شما یه شرکت خصوصی هست انحصار داره، بازم شرکت خصوصیه، قدرت سیاسی نداره. شما می همه کالاها رو میگیری می دست دولت، انحصار مطلق بهش میدی، بعد تازه قدرت سیاسی هم داره. خوبی؟ نه خوب نیستید، به خدای خوب باشید. در شرایطی ممکن است این پیامدها از این طریق لاپوشانی شود که با سوء استفاده از امکاناتی که در اختیار انحصارگران است، یعنی همین شرکت‌های دولتی انحصار داره دیگه، بهای محصولات و خدمات این شرکت‌ها چنان افزایش داده شود که آنها به رغم بنگاهداری غیر اقتصادی خود همچنان سودده بمانند. تو رو خدا این جمله رو یه بار دیگه گوش کنید، چقدر خوبه این جمله، یه بار دیگه گوش کنید. داره در مورد شرکت دولتی توضیح میده. در شرایطی ممکن است این پیامدها، یعنی این که اقتصاد، یعنی با سودده نیست، از این طریق لاپوشانی شود که با سوء استفاده از امکاناتی که در اختیار انحصارگران است، بهای محصولات و خدمات این شرکت ها چنان افزایش داده شود که آنها به رغم بنگاهداری غیر اقتصادی خود همچنان سودده بمانند. اینجا کی ضرر میکنه؟ مصرف کننده. کی بیچاره میشه؟ مصرف کننده. انحصار دولتی داره، قدرت دولتی داره، سودده نیست، اما قیمت میتونه ببره بالا چون انحصار داره، و با انحصاری که داره کی ضرر میکنه؟ خودشو در واقع به صورت مصنوعی سودده میکنه. در عمل این بنگاهداری غیر اقتصادیه، اما به طور مصنوعی سودده میشه. این مصنوعی یعنی چی؟ یعنی از جیب مصرف کننده، چیزی که باید بده مثلا 1 میلیون میده 1 میلیون 500. آقا بگو
حالا هی کمپین رو میزن نخرید نخرید نرید نرید صف وایسید نرید ثبت نام بکنید. آقا چه چرت میگه، همینه خودرو 100 میلیون، همینه. مگه ما 50 تا گزینه داریم که میخواد یارو خودرو بخره، بره خودرو خارج بگیره 500 میلیون و خونه شفش رو خودرو برده، خونه هم که نداره احتمالاً، یکی دیگه خونه داره. آقا نمیشه دیگه، یعنی شعارهای پوچ، نرید نرید بخره. آقا نه دیگه، مشکل این نیست، مشکل جای دیگه است. با نخرید 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 اون فکر کردیم مثلا قوزه کشه تو نری به اون خودرو رو بخری، نخر یکی دیگه میره میخره، از اون طرف انقدر قیمتا رو میبره بالا و انقدر تو بیکالا میمونی، مجبوری آخر بری اونو بخری، مجبورت میکنه بری اونو بخری، مشکل جای دیگه است. سلام. خب در اینجا زایایی پایین شیوه تولید سوسیالیستی یا همون دولتی صرفا خود را به شکل دیگری بروز می دهد و تشخیص آن نیز به آسانی سایر موارد نیست، اما مسئله ماهیتا همان گونه می ماند. اما همه این آزمایش ها در حوزه مدیریت سوسیالیستی شرکت ها همچنان سرنخهایی برای داوری در این باره به ما نمی دهد که اگر آرمان سوسیالیستی مالکیت عمومی بر همه ابزارهای تولید محقق شود چه معنایی خواهد داشت. میگه حالا آخه ما در دورانی هستیم که خیلی سوسیالیست پیاده نشده، سوسیالیست رو کاغذ و یه عده‌ام هی دارن شعار میدن، آقا سوسیالیست چه رویایی چه رویایی. این میگه آقا ما الان اومدیم حرف دولتی رو زدیم، ولی بابا با این چهار تا مثال دولتی شما نمیتونید تشخیص بدید که در نظم سوسیالیستی تام ایار چه اتفاقی قراره بیفته. ما الان چهار تا شرکت دولتی که مثلا وجود داره در کنار بخش خصوصیه، اگر همه اینا بشه بیفته دست دولت، چون نمیدونید چه اتفاقی میفته در حاکمیت در حکومت سوسیالیستی آینده که در آن دیگر فقط سوسیالیست وجود خواهد داشت و در کنار سوسیالیست هیچ فضایی برای فعالیت آزاد مالکان خصوصی وجود نخواهد داشت، مدیران اقتصاد سوسیالیستی فاقد آن سنجه‌هایی خواهند بود که در بازار و قیمت‌های بازاری برای کل اقتصاد کاپیتالیستی تدارک می‌آورد. وقتی کل نظم الان باز هم ببین میگه این که شرکت دولتی در کنار بخش خصوصیه، بخش خصوصی همون حالت بازار، اون بازار اون سنجه ها رو بر اساس اون مخرج مشترکی که صحبت کردیم در باش پدید میاره. حالا اگه کل این مخرج مشترک رو برداریم اکسین سنجه ای وجود نداره دیگه، آشوب محضه، آشوب محض، آشوب محض. در ظاهر دیده نمیشه چون همه چی دستوریه، چون همه چی دستوری، همه چی منظم به نظر میاد، به نظر میرسه، ولی از جهت عقلانی یه آشوب محض در پشت این ظاهر منظمی که نظم همه سر ساعت درینگ 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 صدای کارخونه میاد، همه میرن سر کارخونه، همه بالای خط تولیدن، همه، ولی در پس این نظم سوسیالیستی آشوب محضه. کالایی تولید میشه که کیفیتش مناسب نیست، کارگری در جایی داره کار میکنه که کیفیت مناسب برای این کار رو نداره، چیزی داره تولید میشه که منسوخ شده است اما چون همین تولید میشه فروخته میشه، بعد اون مصرف کننده تا زمانی این کالا رو بعد مصرف کننده که خدا میدونه که مثلا یه چیز جایگزینی بهش بدن، همش آشوبه، هیچ آشوب محض با یه پوسته ای از نظم. بله، در نظام اجتماعی استوار و مالکیت خصوصی این امکان وجود دارد که از طریق محاسبه نتیجه همه فعالیت‌های اقتصادی که از طریق محاسبه نتیجه همه فعالیت اقتصادی تحت نظر باشد، آن هم از این طریق که در بازار به عنوان محل تبادل همه کالاها و خدمات نسبت‌های مبادله برای همه کالاها را که با بیان پولی بیان می‌شود می‌توان مشخص کرد. همه چی مشخصه، قیمت همه چی مشخصه و این یک و این به ما اجازه تعریف سود میده. هر فعالیت اقتصادی رو میتوان از طریق محاسبات سوددهی و دفترداری، یعنی هم حسابداری، از جهت میزان زایایی اجتماعیشان بررسی کرد. باید در ادامه نشان دهیم که اکثر شرکت‌های عمومی نمیتوانند مانند بنگاه‌های خصوصی از محاسبه سوددهی استفاده کنند. با این حال محاسبات پولی همچنان سرنخ‌های مشخصی را برای بنگاهداری دولتی و اشتراکی نیز برای ارزیابی کامیابی و ناکامی فراهم می‌آورد. شرکت دولتی همچنان دارن از این سیستم استفاده می‌کنن دیگه.
اما نوعی نظام اقتصادی سوسیالیستی تمام عیار کاملا فاقد این امکان خواهد بود، زیرا در چنین نظامی مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید وجود ندارد و بنابراین نه مبادله ابزارهای تولید در بازار و نه در نتیجه قیمتها و محاسبات پولی میتواند در آن وجود داشته باشد. از این رو در نوعی جامعه سوسیالیستی محض مدیریت کل، یعنی همون دولت، ابزاری در دست نخواهد داشت تا مخارجی را که هر کار تولیدی طلب می‌کند بر اساس مخرج مشترک بسنجد. از طریق مقایسه هزینه‌ها و صرفه‌جویی‌ها بر پایه جنس نیز نمی‌توان به این هدف دست یافت. ممکنه بگن که خب اب نداره، پول محاسبه پولی نی، محاسبه کالایی که هست، کالاها رو کالا رو با کالا می‌سنجیم. مثلا می‌دونیم که این حالا مسئله اینه، تولید بسیار پیچیده‌تر از اینه که شما بر اساس تو، یعنی ببینید یه موقع یه جامعه روستاییه محاسبه کالایی، شما با یه سنجه کالایی میتونی بگی آقا این از اون بهتره. صحبت مثلا تخم مرغ و گوشت و شیر و پنیر و این چیزاست، گندم و ذرت و دون، اما تولید صنعتی پیچیده است. مبادله کالایی سنج کالا که سنجه نمیشه آخه. از طریق مقایسه هزینه ها و صرف جویی ها بر پایه جنس نیز نمیتوان به این هدف دست یافت. وقتی این امکان وجود ندارد که ساعات کاری کارهایی با کیفیت های متفاوت، آهن، زغال سنگ، انواع مساله ساختمانی، ماشینالات و دیگر چیزهایی که برای ساخت و راه اندازی شرکت ها لازم است بر اساس مقیاسی مشترک سنجیده شود، دیگر نمیتوان کار محاسبه را انجام داد. محاسبه تنها زمانی امکان پذیر است که بتوان همه کالاهای مشمول کار را به پول فروکاست. یه بار دیگه این جمله رو میخونم. محاسبه تنها زمانی امکان پذیر است که بتوان همه کالاهای مشمول کار را به پول فروکاست. قطعا محاسبه پولی نواقص و کمبودهایی جدی دارد، اما جایگزین بهتری برای آن وجود ندارد. در هر حال محاسبه پولی بر مبنای نوعی نظام پولی سالم برای مقاصد عملی زندگی کفایت میکنه. مقایسه پولی، نظم پولی معایب داره، ممکنه ایراداتی داشته باشه، اما ناگزیره. وقتی شما برمیداری چیز جایگزینی براش نداری و کار ما را میندازه، عیب داره، کار ما رو که را میندازه. اگر از آن چشم پوشی کنیم، هر گونه محاسبه اقتصادی مطلقا ناممکن می شود. بنابراین ایراد تعیین کننده، نتیجه گیری این بحث، بنابراین ایراد تعیین کننده ای که اقتصاددانان نسبت به امکان نوعی نظام اجتماعی سوسیالیستی وارد می کنند از این قرار است. ایراد اصلی چیه؟ چنین نظامی باید از آن تقسیم کار فکری چشم پوشی کند که در همکاری همه شرکت داران، سرمایه داران، زمینداران و کارگران به منزله تولید کنندگان و مصرف کنندگان در شکل گیری قیمت های بازار نهفته است. ببینید وقتی در نظم تولید کاپیتالیستی یه تقسیم کاری وجود داره، یعنی همه، یعنی در تعیین قیمت همه سهیمن، همه مشارکت دارن. وقتی شما این سیستم تعیین قیمت بر اساس بازار رو که نتیجه مشارکت همه است کنار میذاری، دیگه اون سنجه‌ای که از مشارکت همه به دست میاد و نداری. یعنی اصلی ترین ابزار اصلی رو نداری. یعنی چی؟ به شما میگم مثل این که میگه آقا من میخوام نجاری بکنم ولی از هیچ نوع متر و معیار اندازه‌گیری استفاده نمی‌کنم دیگه. می‌بینم این به چی چقدره. یعنی فکر کن متر رو می‌ذاری کنار، هر چی درست می‌کنی دره میاد. یعنی اینو می‌بری، اونو می‌بری، اینو می‌خوای بزنی رو می‌زنی، میخه در میاد، چوبه انقدر باهاش فاصله داره اون میخه تو چوب پایینی نمیره. یعنی هیچی از توش در نمیاد. اون عامل محاسباتی از نظم سوسیالیستی، اون عامل محاسباتی اصلی رو از بین میبره و دیگه نمیتونی محاسبه بکنی. اما بدون تقسیم کار فکری یعنی همین پیدایش مخرج مشترک با مشارکت همه، تولید کننده، مصرف کننده، کارگر، کارفرما، عقلانیت یعنی محاسبه پذیری اقتصاد نیست، قابل تصور نیست.
بحث بعد مداخله‌گریه، اما به نظرم نمیشه الان زخمش کرد، یعنی 10 دقیقه برای بحث بعد کمه. برای خاطر مداخله‌گری رو ما میذاریم برای بحث بعد. من فقط به یه نکته دیگه اشاره بکنم، اون همینه که ببینید درباره بازار اینو میگم و حالا دیگه بحث ادامه نمیدم. باشه مداخله بحثه. ببین گفتش نظم کاپیتالیستی و توزیع سوسیالیستی و اجرا ناپذیر شده، میرسه مداخله گری که خیلی مهمه. یعنی این بحث انقدر جذاب این چند صفحه بعد که من دوست ندارم اینو تون تون بگم توی 10 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه، دلم میسوزه. این بعد یه ساعت تمیز روش وقت بذاریم، جلسه بعد از لحظه اول من شروع کنم فقط اینو بگم، شتابانم بگم، واقعا جذابه. یعنی قشنگ معضلات اقتصادی امروز ما، کمبودهای امروز ما، بحث قیمت گذاری ها، بحث نبودن، بحث صف، بحث کوپن، همه اینها رو به زیبایی پیش بینی کرده که چگونه مداخله در بازار ناکارآمدی بازار افزایش میده، چگونه مداخله در بازار باعث از بین دقیقاً ضد خودش عمل میکنه، چگونه مداخله در بازار که مثلا قراره باعث بشه مرغ به همه برسه اتفاقا باعث میشه صفای طویل ایجاد میشه، مرغ به قیمت مسبب به گروه معدودی میرسه و تازه 2 هفته بعد و دوباره قیمت مرغ ببرن بالا. یعنی تثبیت قیمت صورت نمیگیره، به همه نمیرسه، صف هم که تولید میشه در نهایت هم قیمت رو ببرن بالا. یعنی قشنگ توضیح میده که این مداخله گری دولت در بازار چه اتفاق رو پدید میاره، مثل یه نوستروداموس پیش بینی کرده. ولی خب مفصله، من زخمی نکنم این بحثو، بگم فقط به بحث بازار یک نگاه دیگه بندازم. این همون چیزیه که در نظم سوسیالیستی نداره، علیه بازار و علیه زائقه عمومی، علیه نویسنده ها، معمولا نویسنده های سوسیالیست و اونهایی که آرمان عدالت اجتماعی و اینها رو دائم لغلقه زبونشونه، علیه این مفاهیم زیاد بحث میکنن. یعنی درباره این که در بازار زائقه کاذب وجود داره، تولید کاذب وجود داره، یه سری تولیدات وجود داره که نیازی نیست تولید بشه، این همه تنوع کالایی نیازی نیست، این تنوع کالایی فقط ابزاری برای سوددهیه. شما فکر میکنید چرا سوسیالیست همه یه دست لباس میپوشیدن؟ مثلا فکر میکنید چرا سوسیالیست های خیلی معتقد، کمونیست های خیلی معتقد یه دست لباس میپوشیدن؟ یعنی اینا به جنگ انسان میرفتن. من برام اصلا برام باعث تحیر. آقا یعنی چی تو مثلا 40 سال، آقای ما او یعنی چی تو 50 سال یه دست لباس، یه مدل لباس تنته؟ بابا وزق هم رنگش عوض میشه بعد از یه مدت، تو میخوای 50 سال اون لباس تنه. بابا چرا انسان رو شما باید در پیشگاه تاریخ، ای بابا، شما باید پاسخگو باشید که چرا انسان رو به این مرحله پایینی تنزل دادید؟ چرا با انسان واقعا این کار کردید؟ چرا انسان رو انقدر حقیر کردید که مثلا یه دست؟ خب این یعنی چی؟ اینها به جنگ بازار که میرن، به جنگ زائقه میرن، به جنگ تنوع میرن، به جنگ دقیقا ویژگی های انسانی میرن. یعنی مثلا زائقه انسانی رو، میل انسانی رو زیر سوال میبرن. خب آقا تمایل داره به تنوع، تمایل داره به کالای بهتر، کالای چقدر علیه مثلا مفهوم لوکس، مفهوم تجمل، مفهوم تولید بهینه تر، تولید پیشرفته تر، چقدر علیه اینها نوشتن، شعار دادن. منتها همه اینها کجا رخ میده؟ در بازار رخ میده. ولی علیه بازار تا اونجایی که شما فکرشو بکنید، به هر حال شعارهای سوسیالیستی و آرمان‌خواهانه پوچ داده شده. بازار دقیقا محلیه که به ما اجازه میده انسانها خلاقیتهای مفید خودشون رو توسعه بدن، پدید بیارن. درسته داخل این تنوع شاید اون خلاقیت منحصر به فردی که واقعا سطح زندگی ما رو پدید بیاره کم باشه، ولی نکته اینه اون خلاقیته که سطح زندگیمون رو بالا میاره از داخل همین تکثر نچندان
مبتکرانه در میاد. یعنی چی؟ یعنی بازار بر اساس ذائقه و نیاز. یعنی ما در بازار ما پنیر داریم، پنیر باید باشه. پنیر چیه؟ نیازه. اما اینکه تنوع پنیر وجود داره، پنیر لیقوان، پنیر گچی، پنیر سفید، پنیر خامه‌ای، پنیر شیویددار، پنیر نعنادار، پنیر شکلاتی، پنیر این همه، ببین اون ذائقه است. اون میاد در واقع ما یه نیاز داریم، ما پنیر میخوایم، ذائقه میاد اینو متنوع میکنه. کاری که در دقیقا بازار میکنه اینه که با بهره گیری از ذائقه، که یک امر کاملا انسانیه. یعنی مثلا کمونیسم ذائقه رو زیر سوال میبره، میگه اصلا ذائقه داری یعنی چی؟ تو وقتی داری تنوع بازار رو به این بهانه که این کالاها ضروری نیست از این میبری، تو داری به جنگ انسان میری. تو داری یک انسانی که تنوعی داره، ذائقه داره، وجود رنگارنگی داره رو به یک رنگ فرو میکنی. نماد این همین یونیفرم تهوع آوری که این جماعت پوشیدن، مثلا یه لباس ما رو نگاه بکن، یه دست لباس این کمونیستای آرمانخواه نگاه بکن، مثلا یه دست لباس یه جور اینا این بوده. یعنی چنان به جنگ تنوع وجودی انسان رفته بودن و دلیلش رو این بود که خود چاره هم نداشتن. واقعیت اینه که اون درسته، اون تنوع بازار، اون خلاقیت، اون زائق محوری واقعیت انسانه. برای اینکه به اون تن ندن، خب طبیعتا مجبورن یه آرمان پوچی رو قرار بدن و این آرمان هم نمادین بکنن و بعد به جنگ انسان برن دیگه. این ایده به حال ایده به نظر من کاملا ضد انسانی بوده که اتفاقا با شعارهای انسانی پیاده شده. حالا به هر حال میخوام بگم همه چیز حول محور بازار شکل گرفته بود و همه این چیز شعارهایی که علیه بازار دادن دقیقا پوچ و برای و کاری که میکرده این که دقیقا جلوی پیشرفت انسان رو میگرفت. چون از درون این تکثر، ببین مثلا درسته شما میری بازار 30 مدل روسری میبینید، 30 مدل شلوار میبینید، 30 مدل شلوار میبینی، اینا همه تقریبا توی یه شکل. اما از داخل یکی میبینی آقا چه روز میدونی همه، از داخل این اون ابتکار رخ میده. مثلا از داخل این یک مدل شلوار با یه کیفیت بهتر، با مثلا کیفیت بهتر واقعی پدید میاد. حالا داخل اینا هم خیلی گناه هستش که صرفا ذائقه محضه، یعنی هیچ کمکی جز تامین ذائقه هیچ کاری نمیکنه. یعنی فقط ذائقه های مختلف رو تحریک میکنه و تأمین میکنه، ولی از درون این اون پیشرفت حاصل میشه. پس این در واقع این یک مسیر ناگزیره، این یک مسیر ناگزیری که در با کار جمعی ما حاصل میشه. همین، من دیگه سرتون رو درد نیارم. جلسه بعد رو حتما ببینید، یعنی حتما ببینید، خیلی بحث جالبی مداخله گری. و بعد از مداخله گری هم میرسیم به کاپیتالیسم، تازه میرسه به کاپیتالیسم، یگانه نظام ممکن برای روابط اجتماعی که داخل اونم مباحث جالبیه. بعد میرسیم به کارتل ها و انحصارگری و لیبرالیسم و سپس هم بوروکراتیک سازی و این بحث سیاست اقتصاد لیبرال تموم میشه. دمتون گرم، شبتون بخیر، مرسی که گوش کردید، همراه بودید. فایل صوتیشو من معمولا فردای روز، یعنی مثلا فردا فایل صوتی فردا شب میذارم در کانال. شبتون بخیر، بچهای خوب باشید، مشقاتونو بنویسید، شیطونی نکنید، کار بد نکنید، الان بهت بخوابید، خدا حافظ.